ثانیه. در واقع این علامت منفی نشون میده که شتاب در جهت خلاف محور ایکس هاست. و مثال بعدی، در مبدا زمان ذره با سرعت 20 متر بر ثانیه در جهت محور ایکس ها در حرکت است. اگر سرعت ذره 5 ثانیه بعد برابر با 10 متر بر ثانیه و در خلاف جهت محور ایکس باشد، شتاب ذره در این بازه زمانی چقدر و در چه جهت است؟ خب سرعت لحظه‌ای در لحظات تی 1 مساوی با 0 و تی 2 مساوی 5 ثانیه ما میتونیم سرعت رو به دست بیاریم. پس این در واقع سرعت ها رو داریم. چون سرعت ها رو داریم میتونیم شتاب رو به دست بیاریم. تغییرات شتاب به بخش شتاب متوسط برابر است با تغییرات سرعت تقسیم بر تغییرات زمان. سرعت اولیمون در لحظه تی 1 مون 20 متر در جهت مثبت محور ایکس ها بود. ولی در لحظه تی 2 5 ثانیه وی 2 برابر با منفی 10 متر بر ثانیه خواهد شد، چون جهت سرعت در خلاف محور ایکس هاست. پس بنابراین وی 2 منهای وی 1 برابر میشه با منفی 10 منهای 20 به روی 5 منهای 0. از اینجا عدد منفی 6 متر بر مجذور ثانیه نشان دهنده شتاب متوسطه و علامت منفی هم نشون میده که شتاب اون در جهت خلاف محور ایکس هاست. در ادامه یک پرسش هم مطرح می‌کنیم که این رو شما پاسخش رو میدین. اتومبیلی با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت روی جاده مستقیمی در حال حرکت است. در یک لحظه راننده ترمز می‌گیرد و اتومبیل در مدت 5 ثانیه می‌ایستد. شتاب متوسط اتومبیل در مدت 5 ثانیه چقدر است و این شتاب در واقع جهت سرعت است یا در خلاف جهت سرعت؟ بعد از اینکه در مورد مفهوم در واقع شتاب متوسط صحبت کردیم، میتونیم به نمودار سرعت زمان و شتاب متوسط بپردازیم. ببینیم چه رابطه‌ای بین نمودار سرعت زمان و شتاب وجود داره. در مورد نمودار مکان در واقع در مورد نمودار مکان زمان و سرعت گفتیم که شیب نمودار مکان زمان برابر با سرعت متحرک هست. و در مورد سرعت زمان در نمودار سرعت زمان هم گفتیم مساحت زیر نمودار سرعت زمان هم برابر با دلتا ایکس یا جابجایی متحرک ما خواهد بود. نمودار در واقع سرعت زمان و شتاب رو همینطوری میتونیم بگیم که در واقع شیب نمودار سرعت زمان نمایش شتاب متوسط خواهد بود. اگر شما به این شکل دقت کنید که نموداری بر حسب وی تی هست، نمودار سرعت زمان رو به ما داده. همطور که میدونید شتاب متوسط و تغییرات سرعت جسم با هم متناسبن، در واقع آ و دلتا وی با هم متناسب هستن و در نتیجه شتاب متوسط جسم رو در یک بازه زمانی میتونیم به کمک نمودار سرعت زمان به دست بیاریم. پس هرگاه شما بتونید شیب بتری که در واقع از دو نقطه آ و بی گذشته رو حساب کنید در نمودار سرعت زمان، میتونید شتاب متوسط رو حساب کنید. در مثلث قائم الزاویه‌ای که شما میبینید که آبی وتر این مثلث هست، نسبت دلتا وی به روی دلتا تی در واقع شیب وتر آبه خواهد بود. همطور که گفتم این شیب برابر با شتاب متوسط خواهد بود. بنابراین شتاب متوسط جسم در یک بازه زمانی برابر شیب وتری از نمودار سرعت زمان است که دو نقطه مربوط به لحظات تی 1 و تی 2 رو به یکدیگر وصل می‌کند. خب این پرسش رو پاسخ بدید. اگر نمودار سرعت زمان یک متحرک که به صورت خط راست مانند شکل روبرو باشد، شتاب متوسط جسم در بازه زمانی مختلف نسبت به هم چگونه خواهد بود؟ نموداری رو در واقع از نمودار سرعت زمان رو به ما داده، و صفر رو هم مثبت فرض کرده، شیب نمودار رو هم اگر دقت کنید مثبته. حالا گفته بگید که شتاب متوسط جسم در بازه زمانی مختلف نسبت به هم چگونه خواهد بود؟ مفهوم بعدی شتاب لحظه است. شتاب متحرک در هر لحظه یا در هر نقطه از مسیر رو به شتاب لحظه ای میگیم و ما میتونیم به اختصار شتاب لحظه ای رو با خود شتاب هم عنوان کنیم. یعنی هر جا که ما در مورد شتاب صحبت میکنیم منظورمون شتاب لحظه است. خب همونطور که گفتم شتاب در واقع برابر بود تغییرات سرعت تقسیم بر تغییرات زمان، یعنی دلتا وی به روی دلتا تی. حالا اگر ما بخوایم شتاب رو در یک لحظه خاص محاسبه کنیم، نیاز داریم که در واقع شیب خط مماس در اون نقطه رو بر نمودار سرعت زمان رسم کنیم. مثل در واقع سرعت لحظه‌ای، برای سرعت لحظه‌ای هم گفتیم که کافیه شیب خط مماس در هر لحظه خاصی رو که می‌خوایم سرعت لحظه‌ای رو در اون لحظه محاسبه کنیم، یه خط مماس در اونجا رسم می‌کنیم بر نمودارمون. شیب این خط مماس در واقع سرعت لحظه‌ای در اون در واقع نمودار یا متحرک نمودار متحرک خواهد.
خب اگر به این شکل دقت کنید، در لحظه T1 شیب نمودارمون D1 هست و در لحظه T2 شیب نمودار برابر با D2ه. چون نمودارمون نمودار سرعت زمان هست، پس شیب نمودار در واقع شیب خط مماسی که در هر لحظه بر نمودار سرعت زمان رسم میشه معرف شتاب لحظه خواهد بود. پس میتونم بگم در لحظه T1 شتابم A1 هست که برابر با شیب مماس D1 خواهد بود و در لحظه T2 شتابم A2 برابر با شیب مماس در شیب مماس خط D2 خواهد بود. خب حالا پرسشی مطرح کردیم که این مفاهیمی رو که خدمتتون عرض کردم با استفاده از اونها بتونیم بهش پاسخ بدیم. اگر نمودار سرعت زمان مربوط به یک حرکت خط راستی غیر موازی محور VT باشد، محورهای V و T باشد، تغییرات شتاب آن چگونه است؟ اگر نمودار خط راستی موازی محور زمان باشد، در مورد شتاب چی میتونیم بگیم؟ مثال بعدی، نمودار سرعت زمان متحرکی در شکل روبرو نشان داده شده است. شتاب این متحرک چگونه تغییر میکند؟ شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی 2 ثانیه تا 5 ثانیه چقدر است؟ همطور که در شکل میبینید نمودار سرعت زمان رو به ما داده. خط راستی است که در واقع شیب این خط ثابته، یعنی میتونیم بگیم که شتاب در واقع شتابی ثابت خواهد بود. ضمناً این خط زاویه‌ای با محور تی ها میسازه که این زاویه برابر با 37 درجه هست. برای اینکه بتونیم ما در واقع شتاب متوسط رو در هر بازه دلخواه برای این در نظر بگیریم، انگار که میخوان همون شتاب لحظه‌ای، یا چون شتاب در هر لحظه برابر همون شتاب متوسط خواهد بود، بنابراین شتاب لحظه‌ای، شتاب متوسط با خود شتاب در واقع متحرک در تمام لحظات با هم برابر خواهند بود. خب برای این کار میدونید که اگر زاویه رو داشته باشیم، باید شیب خط رو با استفاده از تانژانت زاویه‌ای که با جهت مثبت محور ایکس ها می‌سازه رو محاسبه کنیم. تانژانت 37 درجه برابر است با سینوس 37 درجه به روی کوسینوس 37 درجه. در صورت مثال فقط سینوس 37 درجه رو به ما داده بود. با استفاده از اتحادهای مثلثاتی میتونید شما کوسینوس 37 رو هم محاسبه کنید. به این ترتیب که اگر سینوس 37 درجه 1/6 باشد، کوسینوس آلفا رادیکالی که منهای سینوس به توان 2 آلفا است، پس بنابراین کوسینوس 37 درجه برابر میشه با 1 منهای در واقع 1/6 به توان 2، یعنی 36/100 که از اینجا میشه رادیکال 64/100 که وقتی جذر میگیریم 1/8 رو خواهیم داشت. بنابراین آ مساوی میشه با تانژانت 37 درجه که تانژانت 37 درجه برابر با 75/100 خواهد بود. پس شتاب متحرک ما 75/100 متر بر مجذور ثانیه خواهد بود. مثال بعدی، باز هم یک نمودار داریم که نموداری است و در واقع نمودار VT رو به ما داده، سرعت زمان رو بهمون داده. گفته که نمودار تغییرات سرعت جسمی رو داریم طبق این نمودار نشون میدیم. بزرگی شتاب این جسم بگید چطور تغییر میکنه؟ اگر به شکل دقت کنید، نمودار در مبدا زمان، یعنی در لحظه صفر، تی مساوی با صفر، مماس بر محور زمانه. منظورم اینجاست. در اینجا اگر شما خط مماسی در این لحظه بر نمودار رسم کنید، این خط موازی با محور تی ها خواهد بود و بس بنابراین میتونیم بگیم که شتاب در این لحظه صفره، چون شیب این خط معادل شتاب خواهد بود. از لحظه صفر تا لحظه تی یک اگر دقت کنید، شیب خط مماسمون داره افزایش پیدا میکنه. از اینجا شما هر در این نقطه یه مماس بکشید، بعد در این نقطه یه مماس دیگه و در این نقطه هم یه مماس دیگه. همونطور که میبینید شیب این خط داره افزایش پیدا میکنه. پس نشون میده که به اندازه در واقع چون شیب خط مماسمون افزایش پیدا کرده، پس شتابمون هم افزایش پیدا کرده. از لحظه T1 شیب نمودار در واقع شیب نمودارمون کاهش پیدا کرده و در لحظه T2 برابر با صفر شده. باز اگر روی شکل بتونم نشون بدم، بعد از این نقطه الان شیب نمودار به این ترتیب